عبداللطیف بدرام حقیقت حمله انفجاری بدخشان را برملا ساخت. به نام خداوند بخشاینده مهربان به سرویس اطلاعاتی ما خوش آمدین. آماج نیوز در صفحه رسمی تویتر خود چنین می نویسد: عبداللطیف بدرام، بحران سازی در بدخشان و ولایت های شمال برنامه پشتون سازی است. رهبر حزب کنگره ملی در پیوند حمله های اخیر بدخشان می گوید بحران سازی در این ولایت و ولایت های شمال برنامه پشتون سازی است و به خانه دفاع از امنیت می خواهند پروژه پشتونیزه کردن را سرعت ببخشند. این در حالی است که مولوی عبدالکبیر در دیدار با رئیس یونما نام مقام های طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل حذف شود. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و نخست وزیر سرپرست طالبان در دیدار با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یونما خواستار حذف نام مقام های این گروه از فهرست سیاه این سازمان شدند. بر اساس خبرنامه‌ای که دفتر سخنگوی طالبان منتشر کرده، مولوی عبدالکبیر و خانم امروز شنبه 20 جوزا در قصر سپیدار دیدار کردند. نخست وزیر طالبان در این دیدار گفته است که این گروه خواهان دیپلماسی فعال و روابط حسنه با جامعه بین الملل است و جامعه بین الملل باید در قسمت حذف نام مقام‌های طالبان از لیست سیاه به تعهداتشان عمل کنند. بر اساس آخرین گزارش تیم تحلیل و نظارت کمیته تعزیزات شورای امنیت سازمان ملل متحد، در حال حاضر 58 عضو طالبان در فهرست تحریم های این سازمان قرار دارند. تحریم ها از جمله شامل ممنوعیت سفر مقام های طالبان به کشورهای خارجی می شود، اما در تازه ترین مورد وزیر تحصیلات عالی این گروه به تاتارستان روسیه سفر کرده است. نخست وزیر سرپرست طالبان در دیدار با رئیس یونما همچنین خواستار کمک های جامعه جهانی با افغانستان در زمینه مسئولیت غذایی، احداث بندها، ساخت زیربناها و ایجاد سردخانه ها شده است. او گفته است که بانک جهانی و جامعه بین الملل باید پروژه نیمه تمام را تکمیل کنند و دفاتر نهادهای بین الملل فعالیت خود را در افغانستان از سر بگیرند. نخست وزیر سرپرست طالبان ادعا کرده است که در افغانستان رفع عمومی اعلام شده، بیشتر از 555 نفر از مقام‌های غیر نظامی و نظامی سابق به کشور برگشتند. جزایر قدرت، فساد، جنگ و ناامنی ختم شده و رسانه ها در زیر حکومیت این گروه فعالیت دارند. او از رئیس یونما خواسته است که نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان این مسائل را به گوش اشتراک کنندگان نشست های بین المللی برساند. در خبرنامه‌ای که دفتر سخنگوی طالبان منتشر کرده، به نقل از نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس یونما آمده است که اقدامات طالبان در زمینه منع کشت و قاچاق مواد مخدر مؤثر و مفید بوده و جامعه جهانی این پیشرفت مهم را مثبت تلقی می کند. در این خبرنامه به نقل از رئیس یونما آمده است که معلومات ما از طریق ساتلایت نشان می دهد که در زمینه کشت کوکنار کاهش زیادی به میان آمده است. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین.